خاطر داری برو ایران، اگر فلانشو داری برو ایران، نمیری و پاسپورتو گرو نگه داشته بود و لب مز حتی بهش دستبندم نزدن، خیلی کاپشن ماپشن بهش دادن، آوردنش لباس نمیدونم بهش داشت، شلوارک داشته، شلوار بهش دادن. هر چیزی شده مقصر خودش بوده، تشویق جوونا به مواد مخدر بوده. خودت پس الان داری چی پس میدی؟ کارمای دیگه، حالا دور از جونشون، بالاخره انسان حق زندگی داره. اعدامه. پولایی که پرداخت شده واسه ویلای اول، کلی هزینه، چه میدونم باشگاه بگیر، تلویزیون بگیر، اینو بگیر، اونو بگیر، فقط 100-150 هزار دلار. من یه جایی نوشته بودم اینو، نمیدونم کاغذم کجاست، بهم گفتن نوشتم، خود بچهای کنسرت گذار داشتیم صحبت میکردیم نوشته بودم 150-200 هزار دلار هزینه خونه شده، فقط وسیله های خونه 250 هزار دلار فقط هزینه ویلا با یک سال اجارش شده. 150 هزار دلار هزینه خونه شده، ببخشید 250 هزار دلار اجاره خونه و یک سال اجاره و اینا، 150 هزار دلار هم هزینه های خونه شده تا اینجا، چقدر؟ نزدیک 400 هزار دلار تا الان هزینه شده، 60 هزار دلار، 50-60 هزار دلار اقامت یونان، نزدیک 50-60 هزار دلار پول مواد مخدر و اشغالشون. دیگه کنسرت گذار باید برای تو چیکار بکنه دیگه؟ ببخشید تا فکر پایین تنت هم بوده دیگه، چی کار باید برات بکنه؟ از اون طرف آیدین سیاوالتون اومده کلی هزینه کرده، یه ویلا دیگه گرفته، ماشین گرفته، کلی پول داده، کلی ضرر کرده، سالون بگیر، فلان بکن، حالا همه شدن آدم بده؟ کاری به شخصیت کنسرت گذارا ندارم. چرا سیاه شده آدم بده؟ من نمیدونم چقدر ضرر کرده سیاه، میدونی؟ ببین رو هم دیگه صحبت، 1 میلیون دلار پول وسطه. نه بابا. آره داداش، صحبت 1 میلیون دلار، حالا 800 هزار دلار، 900 هزار دلار، من روندش کردم گفتم 1 میلیون دلار، صحبت این رقم وسطه. این رقم اگر ازش شکایت میشد چند سال باید میرفت زندان که شکایتاش داشت انجام میشه. آخه من حالا از اون طرفم دوستاش دنده دادن، برو ایران، اینم رفت ایران. چرا دنده دادن آخه؟ من دلیل دنده رو نمیفهمم، برای چی میخوان دنده بدن آخه؟ داداش دنده دادن این بود که راستشو بخوای تیز کرده بودن واسه 4 تا شورت و جوراب و لپتاپ مپتاپ و چه میدونم، اما کسایی که دورش بودن به غیر از سلاپور، همون آدمایی که دورش بودن، خب آمار دارم دیگه، اونجا گریه میکردن لپتاپ بخره، آی سیستمم سوخته فلان، میدونی به فکر همین گنجلی منقی، خب به فکر اینه که اینو من آمارش دارم که یه ماه دو ماه یوتیوب تتل پولش بیاد برای این، میدونی همه تیز کرده بودن واسه 4 تا تیکه وسیله، چه میدونم اون بیاد لپتاپ ببره، اون بیاد تلویزیون رو ببره، تو ترکیه اینا قیمتیه دیگه، این بیاد مبل رو ببره، هر کی یه تیکه رو ببره، لباس ببره، کفش ببره، هدفون ببره، فلان ببره، همه این داستانا بوده هایدی. یعنی این آدما اومدن این کارو کردن که این بخواد بره به خاطر وسیله هاشون جو چیزا؟ آره ببین، فقط از اون طرف اون آدما نبوده، خب خودش فکر ایران، ببین همیشه دوست داشته بره ایران، خب اصلا موزیک من باد قهرم و اینا همش مال ایران خونده شده، اینا که نمیدونن بدونن موزیکاش واسه شخص خاصی نبوده، عاشقونه نبوده، عاشقونه بین خودش و ایران بوده، کشور ایران. آره من دل خودم هم تنگ شده صبح، مثلا بعضی موقع میام برم ایران، ولی در کل خودش عاشق ایران بوده. آیدین اینو من جواب اون حرفتو بدم، از اون طرف دنده دادن، از این طرف بالاخره ماها اومدیم 4 تا حرف زدیم، دستش رو کردیم، گفتیم آقا این کارا رو میکنه، این اصلا اینجوریه، زن ستیزه، دست تو زن بلند میکنه، شکنجه میکنه، زندانی میکنه، از این طرف اومدیم اینا رو گفتیم، از اون طرف هم فشار اومد، همه فشارا رفت سمتش دیگه، دنده خور شد در ایران، دنده اصلی و دوروبریاش دادن، اما حالا اسم دیگه میگم زیاد نمیخوام، نمیخواد. آره تنظیم کننده الان... همون خرس قطبیه که اونجاست. خوبه نمیخوای اسم ببری الان به من بوری، خرس قطبیه دیگه. الان موری آقا، این الان تکلیف یوتیوبش موری چی میشه؟ یوتیوب درآمد یوتیوبش اینا؟ ببین یوتیوب من میدونم دست کیه، حالا فکر کنم اسنورم بهتره، یوتیوبش امنه، یوتیوب و اسپاتیفایش و اینا امنه، حالا ایشالله که امن باشه. یعنی کسی نمیتونه بگیر ازش؟ پیش نه، دست کسی نیست، اینی که مثلا 4 نفر ادمینن یا اون خرس قطبیه مثلا ادمینه یا پسورد داره، کاری نمیتونه بکنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، جاش امنه، یعنی دست کسی نمیفته تا خودش
نباشه، خانواده‌اش نخوان، دست کسی نمیافته. الان موری این الان یوتیوبش درآمدش به حساب کی میره؟ موری چی میشه؟ ببین با یه کمپانیه، تا اینجاشو میتونم توضیح بدم، میگم شاید دوست نداشته باشم بگم، با یه کمپانی قرارداد داره و اون کمپانی هم بسیار کمپانی حرفه‌ای و خفنیه. آها، یعنی سیف میتونه مبالغو آرتیستا سیف. آره، خیلی از آرتیستا دارن حالا داخل ایران خارج ایران باهاشون کار میکنن. فهمیدم. سیف، خیلی سیفه، یعنی دست هیچ بنی بشری نمیرسه بهش، مگر اینکه ادمین داشته باشه، چه میدونم، بره ویدیوهاشو پاک بکنه، وگرنه از لحاظ مالی پولش میره به حساب اون کمپانی و دست اون کمپانیه و اون کمپانی هم بسیار قابل اعتماده. متوجه شده. میمونه اونجا، آره، تا وقتی که خودش بیاد و پول یوتیوبش رو تحویل بگیره. بعد یه چیز دیگه به نظرتون موری، الان امیر تتلو آزاد بشه مجدد، تو چی فکر میکنی؟ حالا تو بیشتر چون هستی اون برا، به نظرت در میگرده خارج یا نه؟ نه نه، ایران میمونه، قطعا ایران میمونه. ببین نظر شخصی من اینه که این آدم اگر بیاد بیرون یه آدم خوبی میشه، به خاطر اینکه چند سال کارمای کارهای بعدش رو پس میده، یه آدم بیازاری میشه و فعالیت اونجوری نمیکنه، کنسرت که اصلا نمیتونه بذاره. داداش بالاخره کشور یه قانونی داره، خب با اون شکل و شمایل چی میگن، غیر متعارفه چیه؟ آره آره، شما بلد نیستم، با اون شکل و شمایل نمیتونه بره رو استیج. نه نه، منظورم اینه از اگر بره رو ایران خارج بشه، منظورم اینه که از ایران به نظرت خارج میشه یا نه تو ایران ممنوع خروج میمونه؟ اصلا اصلا قطعا میره شمال زندگی میکنه، شک نکنی، 100%، همیشه عاشق شمال بوده. حالا کاری نداره آخری روزای آخرش نوشته بود میخوام برم رشت و انزلی زندگی کنم، ولی همیشه صحبت شمال رو میکرد. آه، یعنی تو پیش امیر تتلو بودی دوست داشت که همیشه بیاد شمال انزلی زندگی کنه؟ 100%. آره 100%، شک نکن. چه جالب. یعنی پس خیلی حرفای دیگه بود میزد و اینا رو من هیچ کدومو نگفتم آیدین. چی چی؟ یک روزی ببین خیلی حرفای دیگه میزد، خب اینا رو من هیچ کدومو نگفتم، ولی یه روزی میام خاطرات حرفای عجیب غریب که بگم هم پشمای تو میریزم پشمای مردم. جدا. اصلا یه حرفایی میزد به خدا، یه حرفایی میزد آدم که حالا دور و بریا خوب میدونن، قطعا ببینن میگن دهنتو سرویس تو، اینا رو چرا میای میگی؟ با خنده میگن. اصلا یه آره، یه حرفای عجیب غریب. آره. بعد به من بگو به نظر تو احساس میکنی که امیر تتلو بیاد میره شمال زندگی میکنه؟ 100%. شک نکنید به این موضوع. بعد شک نکن. شاید یه مدت تهران باشه ولی میره شمال زندگی میکنه. اصلا شک نکنید. بعد خب نگاه کن الان موری، الان ما اینو بررسی کنیم ببین، الان اینه که با اینجوری نمیذارن تو ایران موزیک کار بکنه. یا میتونه به نظرت؟ بعید بدونم بذارن موزیک کار کنه. ببین موزیک 100% کار. ببین مثلا وحید خزایی شما، ببین خودت هم باش مصاحبه کردی دیدیش، کارهایی که کرده بود همه فکر میکردن حالا دور از جونشون، بالاخره انسان حق زندگی داره، اعدامه. آفره. دو سال لف حبسش کشید اومد بیرون. هر کشوری بالاخره قانون خودشو داره داداش، چه آمریکا چه اروپا چه هر جا، چه میدونم توهین بکنی به مسئولان اون کشور، به اون کشور، بالاخره باید تاوانشو پس بدی دیگه. آقا جزا داره، جریمه داره، زندانی داره. وحید خزایی بدتر از این آدم. ببین تقریبا جفتشون توی سطحن، حالا فرقشون اینه وحید خزایی هنری که نداره، بنده خدا فقط تو اینستاگرام بود دیگه. آره. ولی ایشون هنر داره، شاعر، آهنگساز، خواننده است، کنسرت گذاشته، بالاخره کلی طرفدار داره. کاری با این آدم نمی‌کنن، یعنی فکر نکنم کاری بکنن، قطعا میبخشنش و میاد بیرون زندگیشو ادامه میده. زندگیشو خب ادامه نه میده تو خود کشور زندگی میکنه. موری موری منظورم اینه که با این چیزی که تو فکر میکنی، حالا میدونی که آقا امیر تتلو شمال دوست داشت، انزلی میاد، یعنی تو در این میبینی که امیر تتلو بیاد دوباره یوتیوب رو ادامه بده یا موزیک رو ادامه بده؟ تو احساس میکنی دیگه روی استیج امیر تتلو رو نمیشه دید به نظرت؟ فکر نکنم. امیدوارم بعد اینکه آدم شد اومد بیرون بشه، ولی نمیدونم چرا الکی بگم، نمیدونم، شاید اصلا قانون کشور عوض شد، اجازه داد خیلی از خواهد. من امروز دیدم مثلا روزنامه، نمیدونم هفته صبح، آره هفته صبح، نمیدونم، یه روزنامه رسمی کشور بود در رابطه با بیف پوری و ملتفت فدایی و شاپور، تیت زده بود صفحه اول و یه صفحه کامل نوشته بود در رابطه با رپ یه خبر رفته بود، بعد ننوشته بود
خوب، من اصلا کف کردم. نظر الان من اینه نمیتونه، امیدوارم انشالله که بتونه. بعد یه... ولی نمیدونم. خب نه، منظورم اینه که امیر بیاد به نظرت از ایران خارج نمیشه که بخواد اون بر به هنرش ادامه بده؟ نه اگه میخواست که میمون دیگه، بعد نمیگشت ایران. خب یعنی خودش اینجوری خواسته خودشو نابود بکنه، این عجیب نیست؟ نه ببین، قطعا میدونسته کاریش ندارن، قطعا یکی رو داشته باش مشورت کرده که اومده. حالا درسته دنده خور شده، یکی رو داشته. ببین من شنیدم لب مز حتی بهش دستبندم نزدن، خیلی کاپشن ماپشن بهش دادن، آوردنش لباس نمیدونم بهش دادن، شلوارک داشته، شلوار بهش دادن، آوردنش با احترام نشوندنش تو ماشین، بردنش حالا بازجوییه. آره گرفتی چی میگم؟ قطعا یکی رو داشته، قطعا یه چیزی بوده که اومده ایران، وگرنه نمیومد. آره بعد موری یه چیزی برای من خیلی عجیبه که امیر تتلو هیچ وسیله ای از خودش جمع نکرد، یعنی همونجوری رفت. بعد این دوروبری‌ها شروع کردن اینکه آقا شما این بچه رو کشتین، حتی یه مسواکش هم نگرفت، حتی این لباسای شخصیش هم نگرفت. یاد قیافش میفته آجی، این منقی، همین سعید گنجلی بهش میگن منقی سوئد آجی، بد برقیه کشتیرش. نه این علکیه آجی، اینو اصلا یه فیلمی هست واقعا، یه فیلم. اتفاقا خوب شد الان اینو گفتی، یه ویدیو حتما در رابطه با آره مفصل صحبت می‌کنیم. بریم، من میدونم قفلی زده به پوتک، تو رو خدا داداش کشترش. اینو حتما یه ویدیو بریم داداش، حتما دوست دارم با هم دیگه اصلا فان بریم جلو این ویدیو رو. میریم داداش حتما. من دیدم مصاحبه رو، پر از باگ بود، پر از باگ و خنده‌دار. یعنی اصلا یه ویدیو طنز بود به نظر من. اینو حتما بریم، حتما دربارش حرف بزنیم. ولی موری اینو که حتما قطعا راجب اون با همدیگه صحبت خواهیم کرد، بالاخره تو بیشتر خیلی چیزها رو میدونی. ولی اینکه امیر تتلو وسیله هاشو نگرفت، بعد اینا اومدن این داستانو بولت کردن که این آقا هیچ حتی مسواک شخصش هم نگرفت، به نظرت این یکم چیز نیست؟ یه جوری مشکوک نیست؟ حالا من یه چیزی بگم، همین تو صحبته همین چند دقیقه قبلم گفتم، توضیح دادم بابت وسیله های اون خونه. ببین وسیله های اون خونه رو خب کنسرت گذارا خریدن، قرار بوده کنسرت بذاره، پول اون وسیله ها برگرده دیگه، درسته؟ آره. ایشون من تا حالا چند بار تو اساس کشی هاشون بودم دیگه. خب ایشون به غیر از لباس و کفش با شورت و جوراب چیزی دیگه ای نداشت، یه گوشی و یه هدفون بود دیگه، چی داشته؟ تمام خونه ها که با وسیله است، حالا یه سری وسیله هم توش اضافه کردم، مثلا وزنه اومد که چقدر قیمتشه. آها یعنی اصلا وسیله نداشته که بیاره؟ نه داداش، وسیله کجا بود؟ کنسرت گذار اومد اون وسیله ها رو خرید که حالا مثلا ورزش کنه، یه درام داره و یه دونه پرکاشن، یه پرکاشن و یکی دوتا گیتار. اصلا تو بگو سر جمع 20,000 دلار، طرف داره میره ایران، اینا رو باید یه خاور بگیره ببره ایران، همون درام و اینا رو، چیزی نداره. یعنی لوازم اون خونه که مال اون خونه بوده، مبل و اینا، یه سری لوازم باشگاه و ماشگاه اینا بوده که کنسرت گذار خریده بوده، قرار بوده پولش از تو کنسرت در بیاد، که ایشون رفت ایران اصلا پیچید به بازی پولش هم در نیاد، اصلا شکایت سر همون چاتی که وسیله است. حالا اینایی که میان سر شورتش مثلا بحث میکنن چیزی نبوده، آی نمیدونم خونه رو میخوان خالی کنن و اینا، اصلا چیزی نداره تو خونه خالی کنن، شهر هرت مگه وسیله مردمه؟ آها وسیله تتلو نیستش که. فهمیدم، یعنی پس امیر تتلو خب وسیله رو که نمیتونست ببره، اومد حتی مسواک شخصی ایناش هم نبرد، که اینا هم الان اومدن دست گرفتن که آها این ببینین این بچه چقدر با کائنات حرف میزده که حتی مسواکش هم نبرده. اینجوری میگن اصلا؟ نه داداش، مسواک هم نبره تو زندان، تو ایران دیگه یه مسواک گیر میاد دیگه، اونش ببین بالاخره مسواک بهش میدن دیگه، مسواک خوبم بهش ندن میره اونجا میخره دیگه، بالاخره یه چیزی بهش میرسونن. یعنی چیزا. بعد ببین موری، من یه چیزی رو که اصلا واقعا برای من عجیب بود، من اصلا اینو قبول نمیکنم، باز هم دیدم خیلی جاهالا، کار به اون گنجی ندارم، خیلی جاهام گفتن که آقا، البته اینا که طرفدارش بودن، که آقا این داره تو دو شخصیت زندگی میکنه، ما باید بپذیریم که امیر تتلو اینجوریه. آقا یعنی چی؟ یکی آقا چت بخواد تو خیابون ببخشید ننه یکی رو اینجوری کنه، ما باید بپذیریم که این اینجوری زندگی میکنه؟ نه منم مخالفم با این. آقا اوکی، من خودم شخصا شاید دو تا شخصیت داشته باشم، ولی نمیام تو سوشیال مدیا که
شخصیتام بعد یه روز خوب باشم یه روز بیام تو چه میدونم پابلیک فوش خار مادر بدم به طرفدارام، به خار مادر خودم فوش بدم، به ناموس خودم فوش بدم، یه روز خوب باشم. اصلا چرا باید بیام فوش رو این نقل و نواد کنم تو دهن مردم؟ من این اشتباه رو کردم، پشیمونم مثل سگ. منم معذرت میخوام اگه این کارو کردم. حالا تو کانال تلگرامم میام فوش مش مینویسم، منتها دیگه میدونی هایدین زیر حجمه زیادی از فوش بعضی وقتا قرار میگیرم. حجمه زیادی بهت میگم شاید مثلا 2000 تا 2000 نفر، 10 برابر همون 2000 نفر انرژی خوب میگم، ولی یهو منم میام رد میدم دیگه، میام با خنده و اینا فوش خانواده رو میکشم. ولی در کل این کار اشتباهه. طرف دو شخصیتیه تو زندگی خودت با شما آرتیسی الگویی، نمیتونی بیای تک بکشی جلوی دوربین که یه مش جوونی که به قول گفتنی پیرو تو هم بیان تک بکشن، که این درسته؟ نه. پس این حرف اشتباهه که ما بخوایم بپذیریم طرف اینجوریه. بعد من دقیقا همینو میخوام بگم که اون افرادی که شما این حرف رو میزنید بچه اصلا این یک چیزی، ببینیم منم آدم بدیم موریم آقا، یه مشکلاتی من این مشکلاتی، ولی شما که الگویی نبود بیا اینا رو به تصویر بکشی. آره دیگه اصلا بعد آقا من مثلا میگم من اصلا خودم نه مشروب میخورم، حالا اینجا به من میگن که تو چی میکشی هی آب میخوره، من مصرف آبم بالاست، من اصلا نه لب به مواد میزنم نه چیزی. مثال میزنم، شاید من آبجو دوست دارم، هی نمیام تبلیغ کنم آقا برو آبجو بخور، شاید یکی بخوره قلبش مشکل داشته باشه حرف منو گوش بده یه بلایی سرش بیاد. بعضی وقتا اعصابم به هم میریزه که بابا به یکی یه چیزی میگم، نمیتونم بیام جلوی دوربین این کارو انجام بدم، شاید من تاثیر بذارم روی یکی که اونم عین من شه. نه اصلا این کار اشتباهه. من میام خوبیا رو میگم، چیزای خوبو میگم، چیزای مثبتو میگم، نمیام مثلا حرفای بدو چه میدونم انرژی های بد منتقل کنم یا اون شخصیت دیگه رو نشون بدم جلو دوربین، که این کار اشتباهه. دو شخصیتی تو خونه خودت نگه دار، واسه خانواده خودت نگه دار، نیار تو مردم. دقیقا همینه. خب موری جان دست درد نکنه، مرسی که وقت دادی. ببین موری یه چی بهت بگم، جون دل تاج سری جون دل فلات بشم عشقی. آقا قول دادی یک دونه برنامه راجع به این خاطراتی که گفتی قراره بریم، یه دونم راجع به اون مصاحبه ها و حرفایی که راجع به ما میزنن قراره 3 برنامه بریم دیگه. قول دادی ها. 100% بریم، کسی بهتر از تو نیست باش برنامه برم. آدم زیاده برنامه برم، من کلا یکی از دوستامه که حالا با اونم میخوام ویدیو برم، یه نفر تو ایده داشت من با کسی دیگه ویدیو نمیرم، باش افتخارم هم از با تو برنامه میرم. بچه دل صافی هستی، زحمت میکشی و میبینم چیکار داری میکنی. دمت هم گرم، پرچمت بالاست، کلا با تو ویدیو میرم عشق میکنم. فدات بشم آقا، تو وقت تو خالی کن ما بیشتر میریم، تو وقت تو خالی کنی بیشتر میریم. من برای تو همیشه هستم فدات بشم. نه میدم جلوی بچه‌ها، من شوخی میکنم، ان شاءالله که همیشه پر از کار باشی، ببینی موزیکا، موزیک ویدیوها، و میدونم تو چند تا فقط شرکت داری، هندل کردن اینها بسیار سخته. کلا شوخی کردم، ان شاءالله که همیشه به کار باشه، ان شاءالله بازار باشه داداش. عشق من، تاج نوکرت، من اینجا میزنم اینم قلب حساب کن دیگه، میکروفون صدا باش. قلبی داداش، قلبی فدای تو بشم، عاشقتم داداش دیگه، همین دیگه. مرسی که وقت دادی به ما. فدای تو داداش، همچنین داداش، تاج سری قربونت برم، باعث افتخار منه. مواظب خودت باش، دم همگی هم گم که تا اینجا با ما بودن. عشق منی تمتون، خدافظ. خدافظ خدا خدا.